بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم. الحمد لله الذي خلق البلاء للولاء و جعل الولاء للبلاء و کشف عن اسرار المحبت و الكرب و البلاء فی ارض کربلا. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت یکایک شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه امام حسین علیه السلام. وقتتون بخیر باشه. در این ایام، ایام ماه مبارک شعبان، در خدمت شما هستیم از بین الحرمین، از کربلای معلا، از قبله دلهای شیعیان و عاشقان آقا ابو عبدالله حسین علیه السلام، با ادامه بحث برنامه سرزمین عشق راجع به مشکلات و بلاها، اسرار مشکلات و بلاها و نحوه مقابله با آنها. بالاخره بلا و فتنه از سنت‌های الهی است و گریزی از اون نیست. باید بلد باشیم چجور با اونها روبرو بشیم و فرار کردن از اونها کار انسان عاقل نیست. با برنامه سرزمین عشق در خدمت شما هستیم. افتخار میکنیم از اینکه نوکری آقا ابو عبدالله حسین آقا بر فضل عباس علیه السلام به عنوان مدرک و به عنوان در حقیقت توقی بر گردن ما آویخته شده و انشالله که همواره همراه ما باشه. اجازه بفرمایید از طرف خودم و شما خدمت کارشناس عزیز و ارجمند برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین شیخ جعفر رفعتی هم عرض سلام داشته باشم تا بعد از اون به همراه ایشون آهسته آهسته وارد جریان برنامه و بحث امشب بشیم. حجت رفعتی سلام علیکم. سلام. سلامت باشید. ممنون. سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. امیدوار هستیم به حق شبهای عزیز ماه شعبان خدا بر ما منت بگذاره و چشمان ناقابل ما رو به جمال اربابمون روشن کنه. سلامت باشید و پیروز. الهی اذا فرمایید عرض ادبی بکنیم خدمت آقا ابو عبدالله آقا بر فضل الله. ان شاء الله خودتون زحمت شو. در خدمت. هر چند ما شاگردی میکنیم ولی به هر حال ان شاء الله فرمایش استاد عزیزانم همراهی میکنن ثوابش ان شاء الله برای گذشتگان هم. آقا ابو عبدالله، آقا سید الشهدا، امشب به رسم ادب شاگردی از مکتب اهل بیت عصمت و طهارت، اگر لیاقت شاگردی رو داشته باشیم، میخوام عرض ادب بکنیم خدمت شما. به همراه این سلام تمامی شیعیان، عاشقان و موالیان شما هم به رسم ادب عرض سلام دارن خدمت شما و همه یک حاجت داریم. اللهم عجل لولیک الفرج. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء، السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتك، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى اصحاب الحسین. عرض ادب بکنیم خدمت آقا ابوالفضل عباس علیه السلام، قمر منیر بنی هاشم. السلام علیک یا ساقی العطاشا، السلام علیک یا باب الحوائج، السلام علیک یا قطیع الكفین، یا حامل لواء الحسین، السلام علیک یا کفیل زینب، السلام علیک ایها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين والحسن والحسين ورحمة الله وبركاته. خب در برنامه سرزمین عشق این شبها که با موضوع اسرار
بلایا و مشکلات و نحوه مقابله با آنها برنامه را شروع کردیم و بحث رو در حقیقت با کارشناس عزیز برنامه حجت الاسلام و المسلمین شیخ جعفر رفعتی به در حقیقت به حیطه بحث و مناقشه گذاشتیم. راجع به مسائل مختلفی در مورد بلایا صحبت شد، در اینکه در جلسه آخر انواع بلاها به دو دسته تقسیم شد. من مختصری و خلاصه از آنچه بیان شد در اون جلسه خدمت بینندگان عزیز مطالبی رو عرض بکنم تا بعد انشاءالله در خدمت این استاد گرانقدر باشیم و ادامه بحث انشاءالله در خدمتشون استفاده بکنیم. انواع بلاها همطور که فرمودن، بلاها به دو نوع شخصی و اجتماعی تقسیم میشه. البته این به این معنا نیست که اگر بلایی شخصی بود دیگه جنبه اجتماعی نداره، یا اگر بلایی جنبه اجتماعی داشت دیگه جنبه شخصی نداشته باشه. ولیکن از لحاظ اینکه بلا برای خود شخص در چه دسته‌بندی قرار میگیره، گوشه ای از بلا جنبه کاملا شخصی داره. همون بحث فقر یک جنبه شخصی داره که شخص باید با اون ارتباط برقرار بکنه، باید با اون رو تحمل بکنه، باید نحوه برخورد شخصی با مسئله فقر رو به عنوان مثال بلد باشه و آموزه‌های اون رو گرفته باشه و نحوه برخورد صحیحی با اون رو هم بتونه ارائه بده. جنبه اجتماعی فقر هم که خب کاملا مشخص است، اونجایی که این یک معضل اجتماعی هست، وظیفه انسان در قبال جامعه، چه کسانی که ثروتمند هستن و چه کسانی که خودشون اصلا فقیر هستن، در قبال این آفت اجتماعی که به عنوان یک بلا خودش رو ظاهر میکنه، همگی وظیفه ای دارند و باید به نحوی با اون روبرو بشن. از این منظر که گذشتیم، راجع به این که چرا امتحان ها و بلاها جنبه شخصی و عمومی دارن صحبت کردیم و اینکه اجازه بدید من برای اینکه میخوام شل بحث جدید شروع بکنیم، راجع به این مطلبی که شون از گذشته فرمودن تا فضای بحث آماده بشه، چجوری ما مثلا با فقر برخورد بکنیم. تمام بلایا و نحوه برخورد با اون به عنوان نکات مهم آموزشی عالم، معلم‌های هستی، انبیا، ائمه علیهم السلام بیانات مفصلی داشتن. اینها رو باید جمع‌آوری کرد، مرحله به مرحله، کلاس به کلاس جلو رفت. نه فکر بکنیم آقا خب ما میدونیم دیگه، نداری آدم چیکار می‌کنه، باید صبر بکنه دیگه. این شاید جزء کلاس‌های خیلی پایین برخورده با یک مشکل باشه. تمام مشکلات بلایا دونه دونه در روایات برای ما گفته شده و شرح داده شده که چگونه میتونیم قبول بشیم و به مرحله بعد بتونیم خودمونو برسونیم در کمال و در رسیدن به خدا. یا ایها الانسان انک کادحون الی ربک. در رسیدن به خدا سختی های در مسیر برای شما گذاشته شده و این بسیار طبیعی است، چون بزرگترین و بلندترین قله هستی است رسیدن به خدا. خب این سختی های بسیار زیادی طبعا خواهد داشت. یک کسی فقر رو تحمل نمی کنه، جزع میکنه، ناله میکنه، دست درازی به مال مردم میکنه، اینو اونو متهم میکنه، زورش برسه مالهای بزرگ رو بالا میکشه و توی جای کار میکنه، ظلم به زیر دستش میکنه و الا تا بتونه مشکلش رو اینطوری، فقرش رو اینطور از بین ببره. اگر اموالی در اختیارش هست برای خودش حلال میکنه. این نحوه بد برخورد با فقر هست. واقعا بعضیا رو خدا با فقر امتحان میکنه. بپذیریم، این پذیرفتن این نکته خیلی مهمه. اینطور نیست که شما استعدادتون کم باشه، تواناییاتون کم باشه. بعضیا بسیار زیرک، دانا، فهمیده و تلاشگر هستن، اما مشکل پشت مشکل براش پیدا میشه. یه تجارتی رو شروع میکنه، شخصی میاد، شریکی میاد که تماما من به این شریک اطمینان داشتم، اموال رو میخوره. بازار سقوط و رکود پیدا میکنه. اون جنسی که من خریداری کردم به دست من نمیرسه. خب اینها یک سری اسبابی هست که بعضیش در اختیار خود آدم نیست. بنابراین نمیتونیم بگیم آقا دست خودته که فقیر شدی، خودت مقصری. بعضی وقتا بله، من خودم مقصرم، مشورت نکردم، بی حساب به بازار وارد شدم. ولی اگر برام ثابت شد که نه، واقعا من برام نوشته شده باید فقیر باشم، یا حتی اگر اشتباه کردم و فقیر شدم، الان ندار هستم، با این نداری چیکار کنم؟ اولا تلاش میکنم، نمیگم یلا همینه، قانع باش به همینی که هستی. تلاش میکنم برای اینکه روزیم بیشتر بشه، دعا میکنم که خدا روزی حلال رو وسعت رزق به من بده. اما در کنار اینها باید بدونم که فقر معرفت منو به خدا بیشتر میکنه. فقر در عین تلخی یک شیرینی خاصی هم داره.
مثل روزه ماه رمضان، گرسنگیه، تشنگیه، اما چقدر شیرینه برای بنده های روزه دار. للصائم فرحتان، فرحتون عند افطاره و فرحتون عند لقاء ربه. روزه دار دو تا خوشحالی داره، یه خوشحالی دم افطار، بله خوشحاله، یه خوشحالی اصلی هم روز قیامت. آدمی که فقیره اما فهمیده که فقر یک امتحانه برای رسیدن به خدا. اگه برای رسیدن به خداست یعنی مزد توشه، وقتی قرار مزد توش باشه و اون رضایت خداست شیرین میشه. وقتی قرار شد فقر رنگ خدایی بگیره شیرین میشه، تحملش به هیچ وجه دیگه انسان رو اذیت نمیکنه. دیدید بعضی از بزرگان، بعضی از شخصیت ها، بعضی از آدم با معرفت ها چطوری با نداری برخورد میکردن؟ شیخ اعظم، شیخ انصاری که راستی از کسانی است که گویی سبقت رو از خیلی ها تو معرفت، تو مشکلات پیش برده و جلوتر هست، وقتی که زندگیش آدم نگاه میکنه، کسی که ثروتی در اختیارش بود، مرجع اعلای شیعه است، همه جوره مال در اختیارشه، اما زندگی شخصیش مثل مولاش امیرالمؤمنین کاملا فقیرانه است. یعنی از اقل ملابس و لباس استفاده میکنه، یعنی از کمترین خوراک ها استفاده میکنه، یه جوری خانوادش رو هم آموزش داده که اونها هم اینجوری زندگی بکنن. سخت نمیگیره براشون، اما اونها رو قانع میکنه که اینجوری زندگی کردن برای ما اون دنیا رو راحت تر میکنه. تحمل کنید، شاید توی یه مشکل اینا بهشون فشار اومد، یه سختی بهشون وارد شد، گفتن که از این پولی که داری به همه تقسیم میکنی، داری به هر کدوم مثلا دو تا روپیه میدی، دو تا سکه میدی، یه دو تا سکه هم برای خودت کنار بذار، نمیگیم بیشتر، مرزی طلبه معمولی تو که استاد اساتید حوزه هستی، ما اینو نیاز داریم. گفت اشکالی نداره، ظهر جوابتون میدم. ما عباس مستونی هم کجا؟ بندازید تو آب، بذارید تو آب، من ظهر میام. ظهر اومد گفت که خب اون عبام کو، گفتن داخل تشته، تشت پر شده بود از آب رنگ رفته، یعنی آبی که در اثر یه عبای زمستونی که 3-4 ماه شسته نشده گذاشتن خیسونده شده. خب عباها عباهای پشمی بود و شستنش سخت بود، لذا شاید یه بار دوبار بیشتر در زمستون نمی‌شستن. این آبش خیلی چرکی شده بود. بهشون گفت که به خانوادش گفت از این آب می‌خورید؟ گفتن نه آب کثیفه. گفت این پولی که دست من میرسه همینه، فکر نکنید این پول خیلی گوارا و خیلی شیرینه. این طرف مال حلال حرامش قاطی شده، نمیدونه چجوری که میخواد مالشو پاک کنه، خمس میده، رد مظالم میده، میخواد بلا ازش دور بشه، صدقه میده. اینه یه جورایی پاک کردن مالای مردمه، مالشونو با این پاک میکنن. این همونیه که تو دیدی آبیه که ریختی رو عبا، تمیز بود اما الان دیگه تمیز نیست. یه جوری بهشون فهموند، خیلی خوردن نداره این پولها. بابا او حاکم شرعه، زندگیش هم زندگی خیلی بسیار ساده ایه، نیازم داره. اینها برنده های در امتحان فقرن. قصه اون زنجیر و تناباش هم که معروفه، که در خواب شیطان رو دید و فلان، و 7 بار زنجیر بسیار کلفت و در خواب دید شیخ اعظم پاره کرد. چرا؟ چون در اوج نیاز به پولی که در خونه داشت دست نزد، با اینکه میتونست برداره و بعد جایگزین بکنه، خیلی کار ساده ایه. اینها برنده های امتحان فقر هستند. بیماری هم همینطوره. تو بیماری چی کار کنیم؟ حالا من مقصرش بودم یا از خارج بر من وارد شده، من هیچ تقصیری تو این بیماری نداشتم، چی کار کنم با این بیماری؟ اگر بدانم این بیماری امتحانی است که اگر در این امتحان قبول بشم، جایزه بسیار با ارزشی به من میدن که رضایت خداست، که بهشته، که راحتی قبر و قیامته. یعنی چی قبول بشم؟ یعنی نمازم خراب نشه. یعنی چه قبول بشم تو امتحان بیماری؟ یعنی بخاطر اینکه من مریضم به این اون زور نگم. یکی از خوبان بود که ما یه مقداریشون رو درک کردیم، بسیار بیماری سختی داشت و درد داشت و گاهی اوقات برای نشستن و پا شدن نیاز داشت که یه صندلی چیزی براش گذاشته بشه. نشنیدیم به کسی بگه من نمیتونم زمین بشینم، بی زحمت اون صندلی رو بر من بیارید. سعی میکرد یه جوری برنامه‌ریزی بکنه که کسی رو به زحمت نندازه. در احوالات خوبای روزگار نوشتن هیچ وقت در عمرش به زن و بچه خودش هم نگفت یه لیوان آب برام بیارید. سخته. یه لیوان آب برام بیارید. آب میخواست خودش میرفت میگفت. با حسرت به دل مامود یه بار ما بگه فلان چیز میخوام. خب اینها وقتی بیمار میشن توقع دارن که همه دست به سینه وایسن، احترام بذارن، هر چی میخواد فلان، خیلی هم این کارو میکنن، خدا بهشون خیر بده و اونا قبول میشن. کسی که مریض داری میکنه، بله، تو امتحان مریض داری قبول شده، اما خود مریضم داره امتحان میشه با اخلاقش، با برخوردش. حالا سرم درد میکنه، دندونم درد میکنه، کمرم، پام، یه بیماری دیگه گرفتم، بعد بد اخلاق بشم، بعد تندی بکنم. بله. و گاهی اوقات چند تا با هم گره میخوره،
چی میگه؟ میگه هر چی سنگه مال پای لنگه. پای لنگه. بنده خدا تو رو اختصاص دادن به لطف خاص، وقتی قراره چند تا امتحان با هم دیگه ازت بگیرن، یعنی شدی کلاس بالاتر، رسیدی به مرحله کنکور، همه درس‌ها رو با هم برات جمع کردن، میخوان رشدت بدن. تازه اینطور نیست که تمام شد مردود شدی برو جهنم، نه، خیلی خیلی پشت سر اونم بهت فرصت میدن. خود این که به تو گفتن بیا امتحان کنکور بده، عزت سرت گذاشتن، چرا ناشکری میکنی؟ چرا آه و ناله میکنی؟ بنده خدا بفهمیم، درک بکنیم، اینا مراحل قبول شدن تو دونه دونه این امتحان هست. خدا انشالله بلا رو از همه دور کنه، این دعای ماست و باید هم باشه، اما طبیعت دنیاست گرفتاری و بلا. بپرسیم، تحقیق کنیم، سوال کنیم با این مشکل چجوری باید برخورد کرد. من بچه دارم، بچه امتحانه، دختر پسر برای امتحان منه، چجوری میتونم تو این امتحان قبول بشم؟ بله، اگر دختر داری امتحان خاصیه، شما باید حیا رو یادش بدی، شما باید درست زندگی کردن رو یادش بدید، شما باید نماز رو یادش بدید، اسم خوب گذاشتن رو یادش بدید و بقیه جهات که خب کما بیش همه ازم میدونن. بعد تو مرحله بعد مسئله تربیت، ارتباطات، به وقت ازدواج دادنه و آقا پسرم همینطور. نه اینکه من کارشون ندارم، خودشون میدونن، من سپردمشون به خودشون. تو هر سنی، حتی اگر بچه های شما بزرگم شدن، 20 سالشون هم شد، هنوز هم ما در مقابل اونها مسئولیت داریم. اقلش اینه که براشون دعا کنیم، خدای رهاشون نکن. چرا گفتن دعای پدر و مادر ردخور نداره؟ برای اینکه خیلی وقتها بچه‌ها به بنبست میرسن و باید حتما یه دعایی پشت سرشون بوده باشه تا گره از کارشون باز بشه. همینطور داشتن مال و ثروت امتحانه. اونایی که مال و ثروت دارن بپرسن چطور میتونیم تو این امتحان قبول بشیم. ائمه معصومین از ما چی خواستن، چی درسته؟ هی توسعه بدیم، توسعه بدیم، تا کجا، تا کی، آخرش چی؟ نباید از یه جایی شروع کنیم؟ کی شروع کنیم؟ فردا دیره، از همین الان. اینم یه تتمه برای اون بحث که انشالله عزیزان متوجه هستن، التفات دارن، خواستیم یه اشاره شده باشه. بسیار خوب. اگر تتمی هست تا بحث ما در آخر بحث، یعنی آخرین جلسه که راجع به بحث بلا صحبت می‌کردیم، به در حقیقت تقسیم بندی انواع، یعنی تقسیم بندی دومی داشتیم که مردم در مقابل بلا چند دسته هستند، که فرمودید برخی موفق میشن، برخی مردود میشن، برخی رفوزه میشن و بعضیا قبول میشن، بعضیا رد میشن، بعضیا تجدید میشن. یعنی یه فرصت دیگه برای همون امتحان بهشون داده میشه. درسته. یک مطلبی رو هم فرمودید که چرا امتحان عمومی و امتحان خاص و شخصی داریم، که خب فرمود امتحان خاص برای خالص شدن خود فرد هست و امتحان عمومی برای اینکه مردم در بین خودشون بدونن که چه وظیفه‌ای دارن نسبت به نه حجت تمام بشه. معنی اگر روز قیامت کسی گفت چرا او از من جلوتر هست تو بهشت، مقامش بالاتره، چرا این بهشتی این جهنمی، لالا یکون للناس علی الله حجه. اگه امتحان شما با امتحان من فرق کرد، شاید من قانع نشم بگم خدایا امتحان اون رو از من میگرفتی، من قبول میشدم، چرا این امتحان از من گرفتی؟ امتحان هایی هست که همه بهش امتحان شدن، وقتی دیگه نمیتونه بگه. مثلا عرض کردیم یکی از مهمترین مواد امتحانی امتحان خلق است به انبیا، به اولیا، به ائمه معصومین، به ولایت، به پیروی اهل بیت علیهم السلام. این امتحان رو تمام خلق بهش امتحان میشن، که اگر کسی سر تعظیم مقابل جانشینان پیغمبر فرود آورد قبول شده، اگر نه چپ و راست رفت، ادیان و مذاهب رو کشید به طرف خودش، طبیعتاً خب این امتحان عام باید باشه. لولا انت یا علی لم يعرف المؤمنون بعد. بعد احسن. اما نکته آخر که فکر میکنم تکمیل نشد، راجع به گنج‌های خوبی‌ها بود، که اولینش کتمان الوجع بود. نمونه‌های بعدی رو حالا من اینجا یادداشت نکردم، فکر میکنم تکمیل گفتیم نشد. که اشاره کنیم، یعنی حدیث محل کلام نبود که امام صادق علیه السلام، امام باقر علیه السلام و چند معصوم این حدیث نقل شده که اینا جزء گنجینه هاست. آدم های با معرفت به جایی میرسن که برای اینکه نمرشون بالاتر بره، برای اینکه تو کلاس های بالاتر برن، نه فقط از کسی چیزی نمیخوان، حتی دردشون هم به کسی نمیگن. یعنی بعد 20 سال وقتی که رفت دکتر و مجبور شدن که ببرنش بیمارستان، متوجه شدن که این بیماری 20 ساله با این شخص همراه بوده و او خودش میدونسته و درد داشته، اما هیچ وقت حتی جلوی زن و بچه‌اش آه و ناله نکرده. مادر جلوی بچه‌هاش، بچه جلوی پدر و مادرش، هیچ وقت به پدر و مادرش نگفت که من فلان بیماری رو دارم و درد دارم و اذیت میشم و الی آخره. یکی از گنجینه هاست. نمیگم
من کلاس اولی داشته باشم. من میخوام بگم یکی از چیزای خیلی قشنگه، رضا اسم گنج روش گذاشتن امام علی السلام. گنج یعنی چیزی که راحت به دست نمیاد اگر رو زمین ریخته باشه و هر کی بتونه جمعش کنه، که اسمش گنج نمیشه. یکیش پنهان کردن و کتمان کردن درد هست، یکیش کتمان کردن مصیبت هست. اگر مصیبتی بر انسان وارد شد اون رو جار نزنه، به همه نگه. بله یه وقتایی هست یه سری چیزها رو خب عرف میطلبه، اگر انسان عزیزی رو از دست داد دوست داره که مردم مشارکت کنن، خود اون شخصی که از دنیا رفته نیاز به مشارکت دیگران داره، این فرق میکنه. اما نه، یه وقتی که ولی حال یه چیز خاصی برای من پیدا شده، مثلا یه خسارت بزرگی توی تجارتی من کردم، چند میلیون ازم رفت، توی معامله 200-300 میلیون من ضرر کردم. هر جا میشینم میگم بابا 200 میلیون ضرر کردم، تا یکی میاد بهش میگه آقا فلان مشکل داریم یه کمکی به ما بکن، میگه فعلا از من چیزی نخواهید، من 200 میلیون خسارت به هم وارد شده فلان. نذارید کسی بفهمه اگر مشکلی و گرفتاری برای شما پیدا شد. این دوتا شاهد بحث ما تو اینجا بود. اگر اجازه بدید برای اینکه انشالله بحث ادامه پیدا کنه، بحث بلایا و فتن قسمتی که شروع کردیم خیلی مفصله جناب آقای بزرگانیان، و واقعا انسان هر چی تأمل بکنه تو اقسام بلایا میبینه چقدر پیچیده است. لذا کلمه اسرار یک کلمه است که اقل چیزی است که ما میتونیم بگیم درکش کنم، خیلی روشن نیست، بپرسم تحقیق کنم. توی تقسیم دیگه بلایا دو دسته میشن، یه بلایایی که زود تمام میشه، یه بلایایی که طولانیه با سرعت تمام نمیشه. یه امتحاناییه چند دقیقه بیشتر نیست، آمادگی هم نمیخواد. دیدید میگن آقا نشستن یه جلسه ای، میگن وقتمون رو استفاده بکنیم، من سوال طرح میکنم هر کی بلده جواب بده، هر کی هم جواب درست داد این جایزه رو بهش میدیم، این هدیه رو بهش میدیم. اما گاهی اوقات نه، این امتحان یه امتحانی است که یه عمر براش باید کار کرد، و خود امتحان هم امتحان طولانی هست. تو امتحانات دنیایی خیلی ما نمونه و مثال نداریم. مثلا ببینید الان دنیا به این سمت داره پیشرفت میکنه که امتحان رو ورق و کتاب و صحیح و غلط و اینها نکنه، واسه جواب یکیش درست تیک بزنید. نه، شما که میخواید متخصص بشید باید چندین سال زیر نظر یک متخصص کار کنید، او کم کم نسبت به شما نظر بده که به مرحله رسیدید که وارد میدونه عمل بشید یا نه. الان مثلا برای همین راننده شدن چیکار میکنن؟ یه 40 جلسه 50 جلسه شما رو کنار یک راننده قرار میدن، میگن با ایشون روزی یک ساعت دو ساعت تو خیابون ها بگردید، بعد از این 40-50 جلسه ایشون به شما میگه قبول هستید یا قبول نیستید. اگه نوشت که قبول شدید به شما گواهینامه میدن، میتونید رانندگی بکنید. خیلی هم بهتره تا اینکه توی امتحان یه دقیقه ای من بیام شما رو امتحان بکنم، حالا قبلش چقدر کار کردید یا نکردید من خبری نداشته باشم. نه، خود من که 40 جلسه با شما کار کردم یا 50 جلسه بهتر میدونم، میتونم تشخیص بدم. منی که شما 2-3 سال شاگردم بودید توی این آزمایشگاه، توی این اتاق عمل، توی این مرکز فعالیت با من کار کردی، بهتر میتونم تشخیص بدم که شما الان به مرحله ای رسیدید که بتونید خودتون وارد میدان کار و عمل بشید، مستقل بشید، تخصص بگیرید یا نه. گاهی امتحان ها این طوریه، یعنی زمان زیاد میبره، زمانش بسیار طولانی میشه. بلاهای کوتاه مدت، اینم که دارم میگم، خب شما ممکنه بگید آقا این که بلا نیست که، اگر یه جلسه ای رو گرفتن گفتن این سوال جوابش چیه، هر کی جواب داد یه جایزه، این که خیلی خوبه. خب بلاهام همیشه اینطور نیست که سخت و تلخ باشه. امتحان به مال، امتحان به یه همسر خوب، اینم امتحانه. امتحان به بچه‌های مؤدب، امتحان به توفیق زیارت پیدا کردن، امتحان به نماز شب خوندن، امتحان به صدای خوب داشتن، جمال زیبا داشتن، اینا هم امتحانه. بله، امتحان جایزه هم داره، هم خودش شیرینه هم جایزه شیرینه. اما واقعا امتحان سختیه، خبر دارید و میدونید. خیلی ها جمال و زیباییشون بیچارشون کرد، خیلی ها ثروتشون ها رو به زمین زد، خیلی ها به خاطر بچه ها و اولادشون دینشون و عقیدهشون رو از دست دادن. خدا انشالله همه رو از این بلاها و مردود شدن تو این امتحان ها حفظ کنه. تا چند بار این مثال برخی به خاطر بچه هاشون مردود شدن رو در طی این چند جلسه فرمودید که یک نمونهش رو من دوست دارم در حقیقت بینندگان عزیز هم مد نظر داشته باشند. عبدالله ابن زبیر
که در حقیقت باعث یکی از دلایل منحرف شدن زبر، طلحه و زبر خیلی خیلی معروف هستند، کسانی که بالاخره میشناسن از اصحاب آقا رسول الله بودن. زبر یکی از دلایل انحرافش اینطور که در تاریخ می‌نویسن به خاطر پسرش عبدالله بود اگر اشتباه نکنم، که یکی از عوامل مهمش خودش زمینش رو داشت و اون هم بسیار موثر. این دقیقاً همین مطلبیه که برای می‌فرمایید که حتی بچه آدم میتونه باب ابتلای آدم باشه که از اونجا آدم یا ارتقا درجه پیدا بکنه، خدای نکرده زمین بخوره، و این نکته خیلی حساسیه. امتحان سختی، یعنی بعضی امتحانا واقعا امتحانی که ظاهرش خیلی شیرینه، فرزند دار شد، اما همین گاهی اوقات باعث مردود شدن آدم میشه که وقتی جنبندی میکنه میگه کاشکی اینو نداشتم، کاشکی این اموالو نداشتم، کاشکی این ثروت نبود، کاشکی این زیبایی نبود، کاشکی. ان شاءالله هیچ وقت به این مرحله نرسیم، ان شاءالله همیشه تو این داشته هامون بتونیم سربلند و موفق بوده باشیم. پس توی تقسیم، بعضی از بلاها کوتاه مدته، بعضی از بلاها طولانی مدته. بلاهای کوتاه مدت مثل چی؟ از در خونه اومدم بیرون، یک کسی اومد به من گفت که آقا یه کمکی میشه من بکنید، مشکل دارم، دو دقیقه دیگه هم رد میشم دیگه نمیبینمش. این امتحان یه لحظه است. کسی که سابقه کار کردن رو نفسش داره، طبعش طبع کریمیه، تو اینجور امتحانها هیچ فقیر رو دست خالی رد نمیکنه. ولی وقتی که هیچی نداره، دستش خالیه خالیه، انقدر خوشحال میشن آدمایی که محتاجن وقتی با روی خوش با اونها برخورد میکنیم. برو آقا جون ندارم، برو خدا روزی تو جای دیگه بده، جوونی برو کار کن. نه، خودش میدونه آقا اشتباه داره میکنه. وقتی اومده دستش رو مقابل شما دراز کرده، الان دیگه موقع نصیحت کردنش نیست. با روی خوش براش دعا کنیم، امیدوارم خدا از گنجینه های غیبش برات بسازه. جوون انشالله خدا دست تو بگیره، از زمین بلندت کنه، انشالله اونقدر دارا بشی که خودت به تمام ندارای دنیا کمک کنی. باورتون میشه این برخورد چقدر اثرش بیشتره و چقدر آدم ها رو میسازه؟ خیلیاتون نمونه دیدید، خیلیاتون دیدید آدمای با یه فقیر ما خیلی رفیق شدیم، بارها هم من دیدمش، اومد یه کمکی خواست، در وقتی که من چیزی همراهم نبود از یه مجلس میمدم، یه مقدار غذا همراهم بود، اون غذا رو بهش دادم، گفت من نیاز به غذا ندارم، من بیشتر نیاز به پول داشتم. گفتم حالا موجودی من اینه. تشکر کرد، گرفت. یه کمی تو مسیر باهاش حرف زدم، جوون بود، هنوز که هنوز میبینیم با هم دیگه لبخند میزنیم، صحبت میکنیم، جوون خیلی خوبیه. شاید یه فتره ای به اصطلاح ما کربلا میگن فتره، یه زمانی یه حالتی براش پیش اومده، دستش خالی شده، نیاز پیدا کرده. چرا لهش کنم؟ خودش بیچاره شده اومده. واقعا بعضیام راست میگن، لااقل با یه برخورد خوب، با روی باز، و این یه دفعه‌ای نیست، اینو باید من عمری رو خودم کار کرده باشم برای امتحان‌های یه دفعه. میگن آقا خب شما که این سوالو پرسیدی، کاش که به ما میگفتیم، ما مطالعه میکردیم، عجب جایزه با ارزشی. گفتن هر کی جواب بده حج کربلا، سوالش هم که خیلی سخت نیست، ای کاش ما جوابشو بلد بودیم. قبلا باید معلومات رو بالا برد، قبل باید آدم آماده باشه تو امتحان‌های یک دفعه برنده بشه، چون فرصت مراجعه و مطالعه تو اون امتحانای سریع نیست. اومدید از کوچه بیرون، بارون هم اومده بود، زمین خیس بود، یه موتوری اومد رد شد، حواسش بود یا نبود، هرچی آب پاشید رو لباس شما، لباساتون هم نو و تمیز، و میخواستید یه مهمونی برید، چیکار میکنید؟ این امتحان یه لحظه ایه. اگر آدمی باشید که رو خودتون کار کرده باشید، نفسمون رو قوی بار آورده باشیم، بدون ناراحتی آدم بتونه برگرده عوض کنه. اگر نه ایجوری لباسش تمیز میکنه و کارش ادامه میده، اما اگر نه چی، یک نعره ای سر اون یارو میزنه و دستش رسید وای میسونه و یه دعوای مفصل، و بعضی هم بدتر از این. آقا ولو عمدن این کار کرده باشه، او اشتباه کرد، تو چرا اشتباه، تو امتحان مردود نشو. شما میتونید نهایتش اگر تونستید و وایساد و طرف اومد، گاهم وایساد متوجه میشه اشتباه کرده، میگه عذرخواهی میکنم، خیلی ببخشید، عصبانی با چشمای فلان مثلا بهش نگاه کنم، خب حالا ببخشید که چی، من حال لباسمو چیکار کنم، ببخشیدم شد حل، میزنن آدمو میکشن بعد میگن ببخشید، آخه که نشد که. نه عزیز من، اشتباه کرده، برای شما هم ممکنه این اتفاق پیش بیاد، چیکار کنم؟ نه خدا ببخشه. اینو که دارم عرض میکنم، این حالتا یه دفعه نمیشه، دولت ها، علما، حکام، جامعه، اینها کم کم روحیات رو درست میکنن، تربیت میکنن. یکی از بهترین مردم ها که در مقایسه مختصری که تو بعضی شهرها و کشورها من دیدم، مردم هند من زیاد تعریف میکنم، به جنت که واقعا با چشمم دیدم، مثلا مردم چین رو کم و بیش دیدم، هند رو دیدم، کشورهای اطرافم هم همینطور دیدم، واقعا مردمی هن که روشون کار شده. حالا با همین فیلم ها و سریال ها و چیزهای دیگه
یه مقداری آرامشی که دادن، مشکل اقتصادی بالا بره پایین بره، خلاصه اعصاب خیلی خرد نیست. عجب. پشت اکثر ماشینا نوشته لطفاً بوق بزنید و صدای بوق گوشو کر میکنه، اما یک نفر رو شما نمیبینید ناراحت باشه، عصبانی باشه، اعصابش خرد باشه، آقا این ناهنجاری صوتی و فلان. نه، خودش رو قوی کرده، خودش رو چی میگن اپیدمی میگن فلان، محکم کرده یه جوریه که اصلا این صداها رو دیگه نمیشنوه، نمیشنوه برای زندگی عادیش، میشنوه وقتی ماشین داره از بغلش رد میشه. به یکیشون گفتم خب برای چی اینقدر بوق میزنید؟ گفت بهتر این که به هم بزنیم تصادف بشه. وقتی موتور دستش رو بوق گذاشته داره با سرعت میاد رد میشه، من میفهمم کنار وای میسم. بله، دو نفر با هم برخورد کردن، یه دوچرخه‌ای داشت رد میشد با یه آبر پیاده، دوچرخه‌ای داشت خلاف جهت خیابون میرفت، آبره به جای پیاده رو داشت توی خیابون را میرفت، یعنی هر دوشون اشتباه میکردن، اما اشتباه دوچرخه‌ای بیشتر بود. خوردن به هم دیگه، برخورد خیلی کوچیکی شد. اول دوچرخه‌ای، اول ببخشید، آبره عذرخواهی کرد، دوچرخه‌ای هم ازش عذرخواهی کرد. از این منظره ها من چند تا دیدم. جالبه. شما دیدید گاوپرست هست، خداپرست هست، نمیدونم چیزای دیگه، همه چی پرست هست، 400 تا دین و مذهب و فلان اینها در هند با هم جمعه. شما میای خیابون رد چی می‌بینی؟ گاوا نشستن وسط خیابون. تو اینو گاو میدونی، اون خدا میدونه، اما برای تو این یه حیوانه. دعوا کنه، سر صدا کنه، این چه وضعیه؟ بابا خداتون از وسط خیابون جمع کنید فلان. ابدا تحمل می‌کنه. عقیدشه و براش محترمه، من به عقیدش احترام می‌ذارم، به خاطر شخصش، نه برای خاطر این گاو. به خاطر اینکه اون انسانه. علی حال اینا روش کار شده، دولت ها، بزرگان، علما، شخصیت ها، اساتید، پدر مادر ها، به شکل های ما، هر کس هر جور میتونه باید این اخلاق رو پایه‌گذاری کنه از رو بچگی. شنیدید مثلا ژاپن خیلی رو این قصه کار کرده، بچه ها رو تا چند سال تا برسن به مرحله خوندن و نوشتن اخلاق یادشون میدن، برخورد تو خونه، برخورد با بدنت یعنی نظافت شخصی، نظافت خونه و اجتماع، برخورد با شخصیت ها، برخورد تمام اینا رو بهشون کم کم تو چند سال آموزش میدن، بعد بهشون خوندن و نوشتن و جمع و منها یاد میدن. خب این زمینه باید کار بشه که اگر یه دفعه من همچین برخوردی برام پیدا شد بتونم. لذا ماها مقایسه که میکنیم مردم رو توی یه جاهایی که از همه جاها میان، مثل حج، مثل حج یا همین کربلا که ما مشرف هستیم، زوار از کشورهای مختلف زیاد میان، شما میتونید فرهنگ ها رو مقایسه کنید، امتحان ها رو با چشم ببینید، یعنی یه برخورد با افراد مختلف از ملیت مختلف، میبینید بعضیا خیلی صبورترن، بعضیا خیلی خوش برخوردترن، بعضیا اینا روشون کار شده، تلاش شده تا به این مرحله رسیدن. پس برای بلاهای کوتاه مدت باید همیشه از قبل آمادگی گرفت. یک کسی به من اهانت کرد، یک کسی به من فحش داد، به ناحقم داد، مثل اون قصه آخوند خراسانی که عرض کردیم، استاد رو منبر، کرسی درس، زبوندار، قشنگ میتونست شاگردشو له کنه و نابودش کنه، اما نه، مؤدبانه برخورد کرد و طوری صحبت کرد با همه وجودش، نه برای مثلا ادا در آوردن، که موندگارش کرد، اسم آخوند خراسانی به عنوان انسان با اخلاق در تاریخ موند، شیخ عباس قمی و خیلی خیلی از اینایی که ما کم و بیش قصه هاشونو داریم، اون تاجر بازاری که بالاخره کسی اومد انگشترشو برداشت تو نمازو، زیاد گفتم من قصه شو دیگه تکرار نمیکنم، دست یارو رو گرفت گفت که انگشتر گرون ارزون نفروشیش، انقدر قیمتشه، چندین هزار میارزه و اگه ببری بازار میفهمن و ببر پیش فلان عتیق فروش، علی حال نذاشتش به گناه بیفته، جوون تو مال دزدی نیستی؟ گفت بله. امتحان یه لحظه ایه، میتونست داد کنه، فریاد کنه، دزدو بگیرید، دزدو بگیرید، جوون بیچاره آبروش بره و بیفته زندان و روز آخری که باید پول جور کنه برای خونه، صاحبخونم اساساشو بریزه، زن و بچه‌ش آواره بشن با یه دونه داد زدن من، آی دزدو بگیرید. البته باید همه این حلقه‌های زنجیر با هم موجود باشه. اگر یه جامعه‌ای هست که توش دوز فراوون تربیت میشه، یعنی یه جوری زندگی میشه که طبیعتاً مجال برای دزدی و قبحش از بین، مثل زشتی دروغ، مثل زشتی غیبت که از بین میره، گاهی اوقات زشتی دزدی هم از بین میره. خب اونجا من چیکار باید بکنم دیگه؟ حالا این مباحث مفصله، ما باید یه دونه یه دونه اینها رو، بلاها رو کارشناسی بکنیم و بحث بکنیم. چون در مورد بلاهای کوتاه‌مدت عذر می‌خوام، در مورد فقر صحبت کردم، اتفاقا همین سوال رو می‌خواستم بپرسم، اگر یک اشاره مختصری هم به بحث فقر داشته باشید. فرمودید کسی میاد فقیره، با چشممون، با برخوردمون نشکنیمش. یه وقتی تگدیگری و گدایی کردن شغل میشه، حتی کسانی که دارا
همراه هستن و هیچ مشکلی هم ندارن، میان و از این طریق اصلا به عنوان یک منبع رزق برای خودشون در حقیقت به عنوان کار بهش نگاه میکنن. اینها رو هم باز هم با همون سه ای سه و با همون در حقیقت با کمک کردن بهشون برخورد بکنیم، یا اینکه در راه حل بهتر در دین اسلام پیشنهاد میشه که با اونها اونطوری باید برخورد کرد؟ در کوتاه مدت شما لبخند بزن، اگه میتونی کمکش بکنی کمکش هم بکن. اما دراز مدت چی؟ دراز مدت اونهایی که متصدی هستن، اونها هم بعد البته روش متصدی ها خیلی امتحانشون سخت داره، اونها چجور برخورد کنن؟ بگیرن، بکشن، بشکنن، داغون کنن؟ خب مطمئنا اینم درست نیست. بیام بگم شما چرا اینجا نشستی؟ مشکل داری؟ بیاید من مشکل شما رو حل میکنم. من به عنوان بیت المال اموالی در اختیار دارم برای شما. اگه شما واقعا اینقدر محتاجی که دستتو دراز کردی، خب بیا من مشکلتو حل میکنم. پاشون بریم. میرم ای بابا این خونه داره، زندگی داره. یه پیرزنی چند وقت پیش توی شهری فوت شد، رفتن از جنازه‌اش از خونه در بیارن، یه چیزایی چشمشونو جلب کرد. یکی یکی کنار زدن، دیدن اوه چقدر سکه، چقدر پول. پیداست 70 80 ساله این پیرزن میشسته گدایی میکرده و پولهای مختلف از کشورهای مختلف و بعضی عتیقه ها، جواهرات، چقدر طلا. نمیگیم دزدی کرده، اما خب علی حال پولا رو جمع کرده، تبدیل به طلا کرده، گذاشته کنار، مصرفی نداشته. مردم هم دیدن محتاجه، بهش کمک میکردن. خب اینو شما باید مانع بشید دیگه، نباید بشینید. مشکلت مسکنه، مسکن برات جور میکنی. مشکلت خوراک، خوراک تو تامین میکنی. این برخورد با این امتحان از دو جنبه آنی و طولانی مدت در حد باید بهش نگاه کنی. من الان وظیفه‌ام این نیست که بیام موعظه کنم، نصیحت بکنم. طرف گشنشه، محتاجه، شما کمکش کن. اگه گرسنه و محتاج نیست، به مرور زمان معلوم میشه، خود شما یا دیگران متصدیان میان دنبال میکنن، مشکلش اساسی حل میکنن. هر دو تا میلنگه، هم این ور همون طرف. هم من نمیخوام کمک کنم، رو این زمینه کار نکردم، کرم ندارم، مثلا میگم بابا اینا ولش کن، اینا کارشونه، اینا همیشه سر چهارراه وایسادن، اینا یه گروهن، اینا یه باندن، اینا یه فلان. بله بعضیاش درسته، اما بعضیش هم واقعا درست نیست. دستشو رد نکن، یه چیز کمی بذار تو دستش. و از اون طرف من عرض میکنم اگه کسی محتاجه و مستحقه، یه کسی اومد به شما یه هدیه ای داد، خواست یه لطفی به شما بکنه، اینم امتحان شماست. نگاه کردی تو این اوضاع نداری پولی به شما داده که شاید پول نونم نباشه، شاید او توانش اینه، اصلا توانش 10 برابر 1000 برابر اینه، یه مقدار گدابازی درآورده. شما باید چجور برخورد کنی؟ پرتش کنی؟ بگی بابا تو و این آقا خجالت بکشی، این چه کمکی به من میکنی؟ شخصیت منو خورد کردی؟ نه، این هم امتحان شماست. دیدید بعضیا چقدر قانعن؟ کاری کرده اجیره، کاری کرده که مزدش مثلا فرض کنیم به تومن 50,000 تومنه، چند ساعت بر من یک کاری رو انجام داده، بهش میگم که بیا انشالله این کافیه برای شما، 20,000 تومن بهش میدم، یعنی 30,000 تومن از عرفش کمتر. نمیگه این کمه، نمیگه این. شاید نگاه کرد زندگی منو دید، من زندگیم خیلی مرتب نیست، خودش بدتر از منه ها، اما میگه این خودش هم گرفتار. دیدید میبوسه میزه رو پیشنش، میگه خدا انشالله هم به شما بده هم به من. اینها خوشروزی ترن، اینها زندگیشون با برکت تره. چقدر راننده شما تو زندگیاتون دیدید که گاهی اوقات کمتر از دیگران بهشون میدید، تشکر از شما میکنه. چقدر شما شمارهشو میگیری، باش رفیق میشی، کار براشون، هیچ وقت بیکار نیست، تو واقعا روزیش بیشتر میشه. بله، نحوه برخورد با افرادی که به شما کرم میکنن، شما هم شاکر باشید. آقا این چه وضعیه، این چیه، نمیخوام، اصلا نمیخواد چی بدی، آقا برو، پولو پرت میکنه جلوش. اینم مردود شدن تو امتحان جهت مقابلش هست. اما قسمت دوم رو بله بگیم الان؟ بله خواهش میکنم. خب قسمت دوم یا دسته دوم امتحانا، امتحانهایی هستن طولانی مدت. شاید شما حوصله‌تون سر نرفته باشه، اما دوستانی که برنامه رو میبینن انشالله اونا حوصله دارن برشون بگیم. در حقیقت یک میان برنامه دوستان آماده کردن، پس اگر از فرمازه که صلوات بر محمد آل محمد، میان برنامه رو با هم ببینیم، بچ برگردیم به ادامه بحث. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. میزنم تو آسمون باز میتفه در میون سینه، خوشحالم از این که بازم سایر شدم آمینه، خوشحالم از این که بازم سایر شدم آمینه. به به امشب خورشید حسین از راه
قدم زدن در این فضای معنوی بین الحرمین رو برای تک تک شما عزیزان آرزو میکنم و انشاءالله که هرچه سریعتر به عنایت حضرت بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا انشاءالله تمامی مشکلات بالاخص این مشکلی که باعث شده مردم خونه نشین بشن انشاءالله برطرف بشه و شاهد این صحنه باشیم که ما بعد از این واقعی حالا بیماری کرونا ویروس کرونا و قرنطینه دلهای عاشقان ملهوفانه و عاشقانه و سراسیمه به سمت کربلای معلا رهسپار بشن و اینجا با ناله و گریه و تضرع و زاری به درگاه خدای عزوجل قبل از اینکه مصیبت دیگری بر بشریت وارد بشه تعجیل در فرج مولا و سرورمون رو تحت قبه آقا ابو عبدالله الحسین علیه السلام از خدای منان طلب بکنن انشاءالله. حاج آقای رفعتی بریم سراغ ادامه بس امتحانات و بلاهایی که طولانی مدت هستند. توی دعای کومیل میخونیم که خدایا ما تحمل بلاهای دنیا رو نداریم، یه مقدار مریض میشیم، ندار میشیم، کسی حرفی برامون میزنه، تا یه چند وقت مریضیم سرمون درد میکنه، پس چگونه خواهد بود حال ما در بلایی که تطول و مدتو. بلا اگر طولانی شد، درد اگر طولانی شد، نداری اگر دراز مدت شد، خیلی سخت میشه. آمپول درد داره، بدن سوراخ میشه، اما یه لحظه است، آدم تحملش میکنه. دندون آدم درد میگیره، دردش خیلی بده، اما یکی دو روزه تموم میشه. لذا به قول اصطلاح عربیش یوهون، قابل تحمله، میشه باش کنار اومد. اما اگر درد قرار شده درد طولانی مدت باشه، دکتر گفت شما سنگ کلیه داری، این درد با تو تا آخر عمر خواهد بود، شما مشکل نارسایی فلان داری مثلا و این درد همیشه در داخل در اعماء احشای تو خواهد بود، شما گرفتار فلان بیماری هستی، به اندک چیزی شما سردرد شدید میگیری. اگر آدم ببینه که این بلا آخر نداره و چه بسا این بلا آخر جونش هم ازش بگیره، خیلی سخت میشه. بعضی بلاها اگر آدم بدون زمانش زود تمام میشه میتونه همه سختی ها تحملش کنه. این بیماری که الان دنیا رو گرفته، یکی از چیزایی که سبب شده سختش کنه چیه؟ این که میگن معلوم نیست تا کی باشه، کی تمام بشه. بله، نمیدونم این معلوم نیست کی میشه ها رو کجاها شنیدید و به ذهنتون الان هست.
ببینید روایت داره قیامت یه دفعه میشه، یعنی معلوم نیست که بغتتن یه دفعه میشه. ظهور امام زمان علیه السلام حتمیه، اما کی میشه نمیدونیم. این بیماری کی برطرف میشه نمیدونیم. بعدش چی میشه نمیدونیم. این نمیدونستنه خودش یه جورایی درد رو درد اضافه میکنه، هرچی هم زمان طولانی تر شد. اگه قرار یه ماه خونه بمونیم زیاده، ولی تحملش میکنیم. ولی اگر یه دفعه خدایی نکرده دیدیم که نه، قرار شد یه عمر باشه، یه عمر باشه، نه فقط یک سال و دو سال، تمام شد. سرما، گرما، هر اتفاقی نتونستن علاج کنند. فرض بکنید گرما هم این ویروس رو از بین نبرد. فرض بکنید نتونستن دارو هم براش پیدا بکنن. به نظرتون چقدر باید تو خونه ها موند؟ بیای بیرون مبتلا میشی یا مبتلا میکنی، یعنی تا آخر عمرت، یعنی همه دنیا تعطیل میشه. خب همه دنیا تعطیل میشه چجوری میشه زندگی کرد؟ کشاورز کشاورزی میکنه، اما چجور اون ثمر رو به دست شما برسونه؟ دوباره برمیگردیم به عصر قدیم، شهرها و روستاها هر کسی برای خودش یه قلعه هایی بود. تو این کتاب خداوند علمو تفکر کنم حسن صباح میگه قلعه هایی داشت که بالای قلعه بی نیاز بود از همه چی، آب زمستون رو جمع میکردن برای طول سال و اونجا زمینم روی کوه درست کرده بودن، مایحتاجشون رو میکاشتن، اگر هیچی از پایینم بهشون نرسه تا یک سال بعد از یک سالشون دارن ذخیره آب و غذا. یعنی اینطوری میشه زندگی ها؟ اونایی که زورشون میرسه برای اینکه بتونن بیشتر داشتهشون، بعضی طبعشون بخوره، یعنی بیش از حدشون میخوان، یعنی مثل مورچه، مورچه یه دونه گندمو یک سال میتونه باش سیر بشه، اونم بو میکنه نمیخوره، نمیدونم حالا تا چه حد اهل تخصص میدونن، ولی تو خونه‌شو که باز میکنی پر از دونه های گندمه. بعضی اینجوری هن، فقط برای خودش میخواد، فقط میخواد جمع بکنه. ذاتش ذات استعمارگره. خب طبیعتا این ظلم میکنه به حق دیگران. بلاهای طولانی مدت و دراز مدت بحثش خیلی زیاده، فکر کنم امشب حقش ادا نشه. ما فقط عنوانش میکنیم، انشالله میذاریم شرحش رو برای فردا. نحوه برخورد با بلاهایی که طولانیه. بذارید کلمه بلا رو بردارم بهش بذارم امتحان. امتحانهایی که زود تمام نمیشه، امتحان یه دقیقه و دو دقیقه نیست، امتحانی نیست که خب حالا من آمادگی گرفتم و یه لحظه امتحان بدم و تمام بشه بره. گاهی قد از وقتی چشم باز کردم با فقر دست و پنجه نرم کردم تا اون لحظه‌ای که نفس آخر رو کشیدم. گاهی قد از وقتی چشم باز کردم بیماری همراه من بود تا زمانی که نابیناست، فلجه و مشکلات از این قبیل. گاهی قد بلا و امتحان، امتحانی است دراز مدت و طولانی مدت. چجور میشه با این امتحانا برخورد کرد؟ ولی چیزی که در همه اینا مشترکه و امشب از این مکان مقدس با هم میگیم، میگیم خدایا به حق اولیاءت، خدای به حق سید الشهدا، شام ولادت امام زین العابدین علیه السلام، به حق امام زین العابدین علیه السلام، خدای تو رو قسم میدیم تو بلاها دست ما رو بگیر، خدای ما رو سربلند از همه امتحان ها در بیار. خدایا سخت ترین امتحان، امتحان فراق امام و حجت خداست و انتظار. خدایا ما رو تو این امتحان قبول کن، بپذیر، مرضی خاطر امام زمان قرار بده. خیلی ممنون و متشکرم، خدا حفظتون بکنه به حق این روزهای عزیز، ایام فرح و سرور اهل بیت عصمت و طهارت. انشاءالله که خدای عزوجل همه عالمیان رو، همه مؤمنان رو به فرج و ظهور آقا بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم فدا انشاءالله مسرور کنه، و مهمتر از همه قلب بیبی دو عالم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها که حتما با ظهور فرزند دلبندشون مطمئنن مسرور و شاد خواهند شد. هر کجا هستید موفق و پیروز و سربلند باشید. انشالله فردا شب هم در خدمت شما خواهیم بود. التماس دعا و یا حسن مرغ دلم به سویت پر میزنه شبونه، پر میزنه شبونه، مولای من حسین.